بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این 10 شب پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریم، تکنیک هایی که قرآن کریم به کار برده برای اینکه من و شما رو تربیت کنه. منتها هر شب یک مقدمه ای رو خدمت شما تقدیم کردیم. اون چه که در شبهای قبل بهش اشاره کردیم چند تا کلمه است. یک، اصل تربیت مربوط به خداست. بذار یکی از اسامی مهم خدا ربه، و در ادعیه هم به من و شما تاکید شده که تا میتونید این ذکر رو بگید، یا رب یا رب یا رب، برای اینکه فراموش نکنید از غیر خدا تأثیر نگیرید. اگه قراره به جایی برسید، به قله تربیت برسید، باید از در وحی وارد بشید. مسیر مسیر خدایی باید باشه. نکته دوم، انسان تا نفس در وجود او رد و بدل میشه و نفس میکشه، دم و بازدم داره، نیاز به تربیت داره. من دیگه پر شدم، من دیگه نیازی ندارم، من دیگه چون استادم، واعظم، مجتهدم، کارشناس دینیم، دکترم، مهندسم، آیت الله العظمام، پروفسورم، اینا همش بی خوده. ما هرچی هم بزرگ باشیم دیگه بزرگتر از پیغمبر اولوالعزم که نیستیم که. موسی پیغمبر هم رفت پیش جناب خضر دوره ببینه و نگفت بابا این پیغمبر معمولیه، من پیغمبر اولوالعزمم، از نظر رتبه من بالاترم. این حرفا تو تربیت نیست. یکی از نشانه های سقوط آدمم همینجاست. یکی از مراحل سقوط اینجاست که انسان احساس بینیازی بکنه به تربیت، گوشش رو به موعظه نسپاره. این نکته دوم. نکته سوم، حالا که میخواد تربیت بشه باید احساس نیاز به تربیت بکنه. اگر کسی احساس نیاز نکنه، پیغمبر خدا هم که مرشد و منذر او باشه فایده ای نداره، چون خودشو آماده نکرده نقش بپذیره. یعنی اصلا خودشو آماده نکرده که بره بالا. 2-3 نفر اومدن جلو پیغمبر رو گرفتن، گفتن که تو ادعا کردی پیغمبر خاتمی؟ فرمود بله، من پیغمبر خاتمم. شمشیراشونو کشیدن. یا معجزه یا قطعت میکنی. پیغمبر اکرم فرمود میشه من یه خواهشی کنم از شما؟ گفت بفرمایید. گفت میشه اول حرفامو بشنوید، روش فکر کنید، اگر به نتیجه نرسیدید من در خدمت شما هستم. گفتن ما اصلا نیومدیم حرف بشنویم، یا معجزه یا شمشیر.
پیغمبر فرمود من خواهش میکنم رو معجزه اصرار نکنی. اینا یخت به همدیگه نگاه کردن و یکیشون گفت که ببین اگر بازی در آوردی و در دکون وا کردی این قدمی سونیم به کسی چیزی نمیگی. من در دکون باز نگرده، من دلیل دارم که میگم رو معجزه اصرار نورزی، من پیغمبر خدا. خب چرا این باز در میاری و معجزه نشون بده دیگه؟ پیغمبر فرمود شما با قانون خدای من آشنا نیستید، من دلم برای این میسوزه. گفتن قانون خدای تو چیه؟ فهمون قانون خدای من اینه که اگر کسی معجزه پیغمبر رو ببینه و لجبازی کنه و ایمان نیاره، تا خدا خدایی میکنه خلود در نار داره. من نمیخوام شما جهنم برید، من دلم نمیخواد شما تو جهنم تا خدا خدایی میکنه بسوزید. گفت تو دلت برای ما نسوزه، ما معجزه میخواییم. پیغمبر اصرار کرد، نو زیر بار نرفت. گفت خدایا من به اینا گفتم، اینا کنهو لجبازی دارن به خودشون میگنن. گفتن ما رو معطل نکن یالا معجزه. پیغمبر فرمود که خب شما بگید من چه کنم. اینا یه نگاهی اطراف خودشون کردن، یه درختی بود خشکیده بود، بعضی میگن درخت بلوط بوده، حالا هرچی میخواد باشه، ولی فصل میوهش نبود. گفتن این درخت رای تو میگی پیغمبر خدایی، این همین الان سبز بشه، همین الان هم میوه بده. فرمود به اذن خدا سبز بشو میوه بده. سبز شد میوه ده. چی میگی؟ گفتن که کافی نیست. خب چی کار کنم؟ به این درخته بگو بیاد اینجا. درخت مادر مرده بیچاره گرفتاری ست لجباز، بیا اینجا. زمین شکافته شد آمد جلو. چی میگی؟ گفتن بره سر جاش. رفت سر جاش. این ستا گفت نصفش خشک نصفش تر، نصفش خوش نصف خوش، نصف خوشکه بیاد اینجا. شوخی نمی کنم، خدا می دونه تاریخ رو ببینیم. گفت برگرده سر جاش تره بیاد. خوشکه رفت تره اومد با میوه. چی میگی؟ گفت برگرده سر جاش دوباره مثل اولش بشه، مثل اولش بشه. ایشیشت دیگه. چی میگی؟ گفتان این چی؟ ما تو عمرمون جادوگری مثل تو ندیم، ما به تو ایمون نمیاریم. و رفت. پیغمبر زد زیر گریه. اینم یه تیکه قشنگه ها. ما برای رفیقامون خیلی گریه کردیم به دلایلی، وظیفمون بوده دیگه. ما برای رفیقیم که مشکل داره گریه نکنیم، کی گریه کنه؟ اگه برای دشمنت گریه کرده باشی مردی، اگه برای دشمنت دعا کنی راست میگی. به امام سجاد گفت آقا مکارم اخلاق چیه؟ فرمود تو بگو چیه. گفت که اگه کسی سلام کرد جوابش بدیم، هدیه داد هدیه بش بدیم، کمک کرد کمکش کنیم. فرمود اینا که وظیفه تونه، اینا که مکارم اخلاق نی. گفت پس مکارم اخلاق آجون چیه؟ فرمود ها مکارم اخلاق اینه، اگه محرومت کرد محرومش نکنی، توهینت کرد توهینش نکنی، با آبرود بازی کرد با آبروش بازی نکنی، کمت گذاشت کمش نگذاری. اینو میگن مکارم اخلاق. و الا جواب خوبی که خوبیه، اگر با بدی دیدی و با خوبی جواب دادی مردی. پیغمبر گریه کرد. یا رسول الله چه گریه میکنی؟ همون دلم برای اینا میسوزه. آخه اینا حیف اینا از برن جهنم. آخه اینا چرا اینقدر لجبازی میکنن؟ من 6 معجزه نشونشون دادم، آخه چرا اینا ایمان نمیارن؟ من اومدم دستاشونو بگیرم با خدا آشتیشون بدم، تو بهشتشون ببرم،
دارن از من فرار میکنن. آقا چرا فرار میکنن؟ پیغمبر ناله میکند برای کسی که میخواد جهنمی بشه. معجزه رو خیلی یاد دیدن، ولی چون احساس نیاز به تربیت، تأثیر، رشد نکرده بودن، معجزه رو اسمشو گذاشتن جادوگری، سحر. انسان تا احساس نیاز نکنه، یعنی خودشو پایین نبینه نسبت به مربی که قراره ازش تربیت بگیره، اگر این احساس به دست آدم نیاد هیچ فایده نداره. ولو اختب خطبا که علی ابن ابی طالب باشه بشه منبریشون. بذارید من از این محرم استفاده کنم جوونا. سید الشهدا 40 بار در کربلا برای این نامردا سخنرانی کرد. من یه سوال دارم، خوش بیانتر از امام حسین کی؟ بهترین واعظ، بهترین مرشد، بهترین منذر، بهترین مربی، حجت خدا، عقل کل، حسین ابن علی 40 بار حرف میزنه، اینا رو موعظه میکنه، اینا باز در میاره. هر بار امام حسین میخواست حرف بزنه یا شمشیرش رو به هم زدن، 30,000 نفر حساب بکن شمشیر به هم بزنن، چه صدایی به وجود میاد؟ آقا قطع میکنه، دوباره میومد سخنرانی کنه، زره هاشونو به هم میکوبیده، حضرت قطع میکنه، دوباره آقا شروع میکرد، سنگ برمیداشتن به هم میکوبیده، اسپا رو به شیگه در میوردن، کل میکشیدن، حسین ابن علی رو چند بار هو کردن، 30,000 نفر پسر زهرا رو هو کردن که صدای حسین ابن علی رو نشنوه. آخه مستمعم باید آمادگی داشته باشه برای شنیدن. درسته هنجره من روحانی باید پاکترین هنجره باشد تا زیباترین و عمیقترین اثر رو بگذاره، اما گوش مستمعم باید آماده شنیدن باشه. کدوم هنجره پاکتر از هنجره سید الشهدا؟ من نمیخوام از آخونده و از همشغلی ها و هم کسفتی های خودم دفاع کنم، آها، ولی باور کنین همه تقصیر مال ما نیست. درسته ما شیخ شوشتری نیستیم که اون منبرا او اثرا داشته باشه، یه شیخ حر عاملی که 1,600,000 مسیحی و سنی رو بتونه شیعه کنه. درسته این هنجره من هنجره اونی، علم ما کجا، علم او کجا، تقوای او کجا، ما کجا، اصلا حلوی رو با طلا میشه مقایسه کرد، اما قربونتون برم اگر من شیخ الرعاملی نیستم، شما هم با پامنبری یا شیخ الرعاملی فرق میکنی. امروز گوشا هم دیگه گوشه درست و حسابی نی، نه فقط هنجره ما آخوند و فرق کرده باشه، مردم هم دیگه گوششون بده کاره، بعضی اصلا نمیخوان بشنوه. آیه قرآن میخونی نمیفهمی، استدلال علمی میاری زیر بار نمیره، میگی بابا حداقل برای این حرفی که بهش اعتقاد داری تو دلیل بیار، دلیلم نمیتونه بیاره، ولی پافشاری میکنه. میگی بابا یا دلیل میاریم جواب ما رو بده، یا ما تو رو قانع میکنیم یا تو ما رو قانع کن. میگه اصلا من حرفی ندارم بزنم، میخوام، میدونم اشتباهه، میخوام اینجور باشه. من دیدم اینجور آدم ها رو. خدایا به حق سید الشهدا عاقبت هامون رو ختم به خیر کن. احساس نیاز کنید به آیات قرآن، احساس نیاز کنید به منبرها و موعظه ها، و الا به قول پروین اعتصامی میگن یه رو چوبه دار و چوبه منبر با هم حرف میزدن. چوبه منبر فخ فروشی میکرد، میگفت تو چوبی منم چوبم، ولی من کجا و تو کجا؟ تو رو منفورترین آدم ها مشتریتن،
من آقا ترین آیون میان رو میشینن، البته به استثنای الان. کیا پا تو وای میستن نگاه میکنن، کیا پا من میشینن. درست همون ما منم میبوسن تو رو نگاه میکنن، مردم میترسن. صدای ناله چوبه دار رفت. چوبه منبر گفت چی گریه میکنی؟ گفت هرچی میکشم زیر سری تو بهم. چرا؟ گفت برای اینکه یا اونا که رو تو میشینن حرف حق نمیزنن، یا اونا که پا تو میشینن حرف حق و گوش نمیکنن. اگر اونا که رو تو میشستن و پا تو میشستن به وظیفشون عمل میکردن، مشتری برای من دار دیگه نبود. اینا رو نگید کسی را گفت، نگید کسی نگفت، و الا منبر باید اثر داشته باش، آیات قرآن باید اثر داشته باش. اما اثر نداره، یا من تو تزریق دین وارد نیستم، یا تو خودت رو مریض دستگاه خدا نمیدانی. اگر این احساس نیاز بشه درست میشه یه مطلب. خب حالا ما میخوایم تربیت بشیم، از کجا شروع کنیم؟ بعضی جوان ها به من میگن ما میخوایم با امام حسین و خدا و دین آشتی کنیم، از کجا شروع کنیم؟ میگم حالا خیلی آیه است، ولی من فکر میکنم، یعنی اگه کسی امام بپرسه، به امام سلیقه‌ای میگم امام بپرسه هر کی میخواد با خدا آشتی کنه از کجا شروع کنه، میگم آیه 157 سوره اعراف برای شروع خیلی حالی. چون تو این آیه قرآن کریم میگه پیغمبر آمده 5 کار بکنه و هر کس دنبال روی این 5 پیغمبر باشه، این مسلمان، این رسول الله است. اولائک هم المفلحون. هر کی میخواد به رستگاری برسه، این آیه شروع آیه خوب، خیلی آیه عجیب. یعنی بنده معتقدم جوانان عزیز، اگه کل قرآن کریم فقط همین یه آیه بود، در خانه اگر کسه همین یه دونه آیه بس، یه قرآن 6600 هم چند آیه نمیخواد، یه دونه بس. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الذين يتبعون، نه فقط یؤمنون. مشکل ما جوونا، خوب چشاتون به من، با این خدای احد و واحد در ایمان به خدا نیست، در اعتقاد به خدا نیست. هممون معتقدیم. مشکل ما با خدا اعتقاد نیست، مشکل ما با خدا اعتماد به خدا. 100 یک. یعنی چی؟ یعنی ما دکتر رو بهش معتقد نیستیم، ولی چون اعتمادش داریم میگیم 30 درس خونده متخصصه ها هر چی بگه میگیم چش، ولی خدا رو اعتقادش داریم. لا اله الا الله وحده لا شریک له حی القیوم،
لا تأخذ هو سنة ولا نوم، همش هم حفظیم، خالق کل شی لیس که مثلیش. اما اعتماد بهش نده، از عمل کردمون پیداست، اعتماد بهش نده، گوش به حرفش نمیده. اعتماد تو عمله نه تو شعار. اعتماد نده، ولی اگه اعتماد داشتیم شدیم سلمان فارس. سلمان قطعه قطعه بکنن گناه نمی کنه. چرا؟ چون میدونه خدا وقتی میگه نه سرش میشه که میگه نه. ما مشکلمون اینه جوونا، فهم و عقل و درک و شعور خودمون رو بیشتر از خدا میدونیم. عملاً ها، عملاً خدا میگه نگاه به ناموس مردم نکن. خدا یا تو جوون نیستی، جوونی هم نمیدونی، شرم دارم یکیش دوری میکن. اعتماد نداری. اما دکتر تا میگه آقا با این گلوت سرخ کرده نخور، میگیم چشم. آقا بخور دیگه. ما دکتر فرمودن این دکتر دامپزشک که نیست، دکتره یه چیزی میدونه. ها ببخشه آقا دکتر حالیش از خدا حالیش نی. ها این بدبختی ماست. اون قصه کوهنورد آمریکایی خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. این رمانه آی به دل آدم میچسبه. تنهایی تصمیم گرفت بره تو دل شب یه قله ای رو یه آمریکایی فتح کنه. کوله‌وارش انداخت رو کولشو، از دامنه کوه رفت بالا و رسید به گردنه و رسید به یه تخت سنگ بزرگ. دید باید میخ بکوبه، تنابم به اون میخا وصل کنه که اگه پرت شد پایین تیکه تیکه لشه. اومد بالا، 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 هی میخ زد، اومد بالا، اومد بالا، نرسیده به قله که میخواد در رب برد شد پایین. اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، تو دل شب تناب پشت گردنش صفر شد، ای آویزون شد مثل بندول ساعت بین زمین حاصل. ایداد بیداد دستش به هیچ جا برنی، تک و تنها شب زمستون تو دل کو به یه تناب. فهمید کارش تموم. به فکرش افتاد خدا رو صدا بزنه، دو تا کلمه با هم حرف بزنه. تمام قواش رو توی هنجرش جمع کرد. پیداست ناشی هم هست، حالا میگه یک عربده ای کشید. خدا صدا پیچید. خدا حاضر شد. گفت چرا عربده میکشید؟ گفت صدات میزدم. میگه هرکی خدا صدا میزنه به داد بزنه، من رگ گردنه به تو نزدیک دارم، چون عربده میکشی. گفت ببخشید من دفعه اولم بود هنچین خیلی این کاره نیستیم، ما کاره نیستیم. راست هم میگه. سوره مریم رو ببین. از نادا ربه نداءن خفیا، داد برای چی میکشی؟ گو حالا دیگه دفعه اول مودی شالا باره دیگه چشم. حالا چکار داری؟ گفت خدا یا دیگه برای تو که نمیشه توضیح بدی که دیگه تو خود خدایی کسی که آویزونه بگه تنها. آخه دیگه یعنی چی؟ میگفت یکی افتاد تو چا؟ رفیقش بالا گفت که حسن جون سب کن من برم تناب بیارم. گفت اگه بخوام حسین جون سب نکنم چه غلطی بکنم کفه ای چا؟ حالا اصلا بخوام صبر نکنم چیکار کنم؟ مثلا دیگه آخه آدم به یه تناب وصله، ای دیگه چیکار داری داره؟ گفت نه بگو چیکار داری. گفت داریم میمیریم از سر ما، نجاتمون بده. گفت ها نجات. چند سالته؟ گفت خدایا حالا وقت بیوگرافی پرسیدن نی؟ چند زدی؟ گفت 40 سال، 38 سال. چند؟ گفت مرا چی منو صدا زدی؟ گفت با هم حرف بزنی. گفت ها بعدی 40 سال حالا یادت افتاده با هم حرف بزنی؟ چه شبایی که تا صبح با رفیقات بیدار بودی یک لحظه به ذهنت نرسید بابا یه خدایی هم هست دو تا کلمه هم با او حرف بزنی. گفت خدای شرمندم نکن دیگه، ما غلط کردیم، حالا به بعد دیگه باش. حالا چیکار کنم؟ ای بابا چیکار کنم؟ نجاتمون بده. ها نجاتت بده. من شرط داره کارم. گفت چه شرطی؟ گفت بعد به من اعتماد کن.
گفت اگه قبولت نداشتم که صدات نمی کردم. گفت نه اعتقاد نه اعتماد. گفت اعتماد دارم. گفت دروغ میگی. گفت به خودت قسم دارم. مثلا دروغ میگی. گفت به تمام انبیا قسم. گفت دروغ میگی. به حضرت عباس دروغ میگی. آخه چرا من هرچی قسم میگم میگی دروغ؟ دروغ میگی. من خدای تو هم دروغ میگی. اصلا من تو این 40 سال با تو مشکلم سره همین یه کلمه است. تو به من اعتماد نداری. گفت دارم. از کجا میدونی؟ گفت اعتماد داری؟ گفت تنابه پشت سرتو پاره کن. گفت میگی خرم؟ اصلا به همین تنابه بسلم. گفتی دی گفته؟ گفت خدای من صدات زدم که منو بکشی؟ گفت نه من اومدم که کمکت کنم ولی تو اعتماد نداری. گفت یه راه دیگه. گفت راه نداره. تنابه رو پاره کن. گفت نمی کنم. خب چرا نمی کنی؟ گفت خدای من یه سوالت رو دارم. گفت بپرس. گفت تو اگه جا من بودی پاره می کردی؟ گفت اگه من جا تو بودم خدا می گفت تناب و پاره کن پاره می کرده. گفت دروغ میگی. خب دست درد نکنه. دروغگو هم شدی. برو بابا ما با هم معامله مون نمیشه. خدا قهر کرد و رفت و این موند و مرد. از سرما خوش شد. ده رو بیست رو بعد هم آمدن جنازهشو پیدا کردن و خوش شده به یک تناب آویزون بین زمین و آسمون بردن دفن کردن. منتها خبر مرگ این مرد کوهنورد آمریکایی تو روزنامه اینجوری نوشتن: کوهنوردی به فاصله یک متر از زمین جان باخت. نه تاریک بود نمیدید زیر پاشو. ای فکرت 500 متر گوده. ای فقط کافی بود پاره کنه. خب همون بود دیگه. آی جوونا خندیدید. قربون خنده‌هاتون برم. امیدوارم نه فقط دنیا آخرت هم بخندید انشاءالله. خب مشکل ما هم مشکل کوهنورده است. وقتی خدا میگه نکن بگو چش، وقتی میگه تنوره ببر بگو چش، تو نمیبینی فردا چه خبره؟ خدا هم نمیبینه؟ ما از فردا اطلاع نداریم. خدا هم مطلع یعنی بابا خداست. آخه قیمت خدا پیش من و شما چقدره؟ بابا تو قیمت موبایلتو میدونی؟ قیمت کفشتو میبینی؟ قیمت موتورتو میدونی؟ قیمت خونتو میدونی؟ قیمت کچلورتو میدونی؟ قیمت عینکتو میدونی؟ قیمت ساعتتو میدونی؟ قیمت خدا چقدره پیش من و شما؟ چقدر میارزه این خدا؟ با یه قیمتی برای خدا بگذاری. خدا میگه ببخشید قبل از اینکه دست به چک بشی برای من قیمت تعیین کنی یه آدرس بهت میدم، هر کیو خواستی ببینی برای من خدا چقدر قیمت قائله، نگاه کن ببین برای حرفای من چقدر ارزش قائله. من نمیخوام جوون و قربونتون برم ناراحتتون کنم، ولی بپذیرید ما خیلی وقتا برای خدا پشیزی ارزش قائل نیست. به یک سیدی که میرسیم خدا رو میدیم، سیدی رو میگیریم. به یک جشن تولد که میرسیم خدا رو طلاق میدیم، جشن تولد رو میگیریم. به یه مهمونی شب نشینی پر گناه که میرسیم گناه رو میگیریم، خدا رو میدیم. الهی من بمیرم برای خدا. همیشه وقتی ما به دو راهی میرسیم، اونی که کنار زده میشه خداست ندل. الذين يتمعون یعنی اعتماد کنی که این دکتره، این پیغمبر هر چی میگه رو حساب و کتاب میگه. جوونا اومد میشه پیغمبر، دستش رو چشش بود اینجوری. آقا به این زنا بگید یه مقدار حواسشون جمع کنن، آقا بگو درست چادر سرشون کنن. اینجوری آقا ای چه وضعیه میان بیرون. پیغمبر اون دست ورده ببینه، دست ورده خون ریخ کنی. چه اینجوری شده؟ پیغمبر نمیدونه چرا بار اطرافیه. گفت یه خانمی یه مقدار این سر گردنش پیدا بود، ما هم حواسون پرت بود و اینا، چشمون به او بود، دیوار رو ندیدیم. تو دیوار یه تیکه استخون بودی، رفتیم تو دیوار، استخونه رفت تو چشمون. پیغمبر فرمود باشه، به تو میگم نگاهت را، به زنا میگم حجابت را.
ولی تو هم چه شده درویش کن بی انسان. من همیشه رو منبرا گفتم آقا اگر یک دختری رو دیدید، یک زنی رو دیدید آرایش کرده و زک کرده صافکاری نقاشی شده میتی میگه توی خیابونا داره داد میزنه آی ایوه الناس من زلیخام، تو اگه مردی ثابت کن یوسف ابن یعقوب، تو چشات مواظب. اصلا گیرم آقا، دنیا اینجوریه دیگه، آخر الزمان هرچی میریم جلو تمام عالم دست به دست هم دیگه دادن تو رو از حسین ابن علی جدا کنن، چون عرق میفروشن تو باید بری بخری بخوری. بله من میخوام ببینم این وقتی دیگه حکومت میشه، این دیگه زندگی میشه بکن، یکی عروسی میخواد بگیره از پادگان سرباز بیارید همه با اسلحه، کسی ننخسه ترانم نگذره آبشنگولی هم کسی نخوره، یا علی و این میشه حکومت اسلامی. حتما باید اسلحه بالا سرتون باشه تا گناه نکنی. میخندی؟ بگوی من در شوخی میکنم. پس دین شما ملت کجا رفته؟ ای بابا اصلا گیرم مسئولین، گیرم ها، فرض محال که محال نیست. اصلا اینجوری فرض کنیم که اصلا مسئولین میخوان مردم بی حیا بشن، تو باید بی حیا بشی؟ تو دور شاه که حکومت طاغوتی بود همه بی حیا شدن، به خدا نشدن، والله نشدن. هر کی ریشه داشت و بوته داشت و تربیت شده بود در بدترین حکومت طاغوتی زنش موشو کسی ندید. مردم باید با تقوا باشه، نه چماق بالا سرمون باشه. خود زنه باید بفهمه چیکار باید بکنه. فقط بهتون بگم یک آلبوم خوشگلی تاریخ روز قیامت هر جا بهونه کنی نمونش برای رد ادعاد هست. من یه خانواده بیدین داشتم، خدایا بابام عرق خور بود و ننم بی حیا بود، ما هم شدیم دیگه، هر کی دیگه جاما بود اینجوری میشد، میزنن تو دهنت، میگن حرف نزن. ما یک خانواده رو برات میاریم جنتر از این خانواده خدا خلق نکرده، جنتر از این کی؟ باباش یزید لعنت الله علیه، پسر یزید معاویه است، معاویه صغیره، چهل رو بیشتر حکومت نکرد. بردنش رو منبری که نجاره وقتی داشت میخ میکوبیدا، برید تاریخ رو بخوانید شامات رو بفهمید یعنی چی. نجاره وقتی داشت منبر رو میخکوب میکرد هر چکشی که میزد لعنه بر علی میکرد زبانم لا، رو منبر تو اون شهر برای اون مردمی که یه عمر از توهین و جسارت به علی میکنه، رو منبرش. ننشم قسمت زنا پشت پرده، حالا همه میخوان بیان با خلیفه یه وقت بیعت کنن. گفت صبر کنید من یه سخنرانی میکنم، بعد اگه پیشیمون نشدید ما حضور خدمت. اولین منبری که رفت رو منبر باباشو لعن کرد، آقا جونشو لعن کرد، جد و بدل جد اگر یا آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام خدا بر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. برق صفات از چشم مردم زد. چی داری میگه این؟ یکی گفت چی نگو، یتیمی رو مخش اثر گذاشت. درود و سلام خدا بر شهیده ولایت فاطمه، درود و سلام خدا بر غریب مدینه کریم اهل بیت حسن ابن علی، درود و سلام خدا بر سالار شهیدان حسین ابن علی. خدایا پدرم یزید رو لعنت کن. ننش گفت خدا مرگت بده الهی، ای کاش تو لخته خون حیز بودی امرو نمیمدی آب رو ما رو ببری. شروع کرد گریه کردن، گفت راست گفتی مادر، ای کاش لخت خون حیز بودم ولی حالا ننم تو باشی و بابام یزید باشه نبوده، من او رو به این بیشتر قبول. ام انبر کشتنش پایین، به مردم هم نفرین کرد، گفت خدا مرگ به شما شامیان بده که بابام هر غلطی کرد گفتید چش، شما بادنجون دور قابچین بابای حرومزاده من بودی. کشیدنش پایین،
بیرونش کردن. ما خلیفه‌ای که تعریف علی کنه به درد ما نمیخوره. خودت باش، خودت باش، خودت باش. لذا به همین دلیل قرآن میگه ما روز قیامت از اصل و نسب سوال میکن. بابات کیه، ننت کیه، به ما مربوط نیست. خودت چیکار؟ آیون من دیشبم گفتم خندیدید متاسفانه. من آقا جدیترین حرفمو تو شوخی ها میزنم ولی شما نمیگیری، چون فقط میخندی. اینا که میخندی دار یه بار دیگه روش فکر کنید. بنده 25 ساله در به در دنبال توجیه گناهانم هم. از هر استادی هم سوال کردم اگه میشه یه روز قیامت یه جوری از این گناه ها در بری راشو به ما هم بگو. پیدا نکردیم برای توجیه، نیست به قرآن. اگه بود ما آخونده زودتر از شما پیدا کرده بود. نیست راش، به خدا نمیشه توجیه کرد، نمیشه، هیچ جوری نمیشه توجیه. هرچی بگی زدشو میذارن جلوت. بابام این طوریه، یزیده بذارن جلوت. ننم اون طوریه، یزیده بذارن جلوت. هیچ کاری نمیشه. من توی محله خیلی بدی بودم خدایا. بله اگر ما مثلا زعفرانیه بودیم شاید اونجا مثلا بهتر بود. پایین شهر بودیم و نشد و امکانات نبود و این حرف رو یعنی یه مش پا برهنه شدن اصحاب صفه. خورما فروشه شد میسم تمار، بزچرونه شد ابیذر غفاری. نمیتونی بگی قربونتون برم جوون و عمم بپذیرید، نمیتونید توجیه کنید. الذین یتبعون، یتبعون یعنی باور کنی، اعتماد کنی به رسول خدا. یتبعون الرسول النبی الامی، مال ام القراس، مال مکه است. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اسم این پیغمبر آخر زمان هم تو تورات هم تو انجیل. این خودش یه منبر میخواد. اسم پیغمبر تو تورات به زبان عبری به سه اسم اومده: معد معد، یا معد معد، یا ماد ماد که به عربیش میشه احمد. من یه زمانی تمام این انجیل و تورات رو که مربوط به پیغمبر اکرم بود حفظ بودم. حالا یه تیکاش حفظم براتون میخونم. ولیل شمئیل شمعتخ هنیه به ریختی اتوده به ماد ماد معد 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 شنیم آثار نسیم وانا لقوای قادل تم. یه تیک تورات. از پدرم میخواهم ولیل شمئیل، از اسماعیل میخواهم شمعتخ برکت بدهد، هنیه کش بدهد نسل را، ادامه بدهد به ریختی. این ریخت غیر او جوانا میگنده به ریختی، به برکته، به وسیله اوتوده، به کمک ماد ماد معد 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 معد، یعنی احمد. این احمد نشونه داره. شنیم آثار، شنیم یعنی فرزند، آثار نسیم یعنی دوازده، دوازده فرزند دارد. شنیم آثار نسیم وانا میان لقوای، برای اینکه تقویت کنند دین رو، لقوای قادل تم، برای اینکه حرف رو به اتمام برسن. در انجیل اسم پیغمبر ما فارق لیتاس، انی هم زملی اموخون روخاد قص فاقلیتا، من پدرم میخواهم فاقلیتای آخرین رو برای شما ارسال کنم. این فاقلیتا یعنی احمد. وقت اومدن فیر رو پی کردن شد پارقلیتا، یعنی تسلی دهنده، نه معنای ستوده شده. اما جای دیگه گیر کردن. بنده چند تا کشیش رفیقم اصفهان که میدونی اصفهان هم یهودی داره، هم مسیحی داره، هم زرتشتی داره. وقت من یه چند از این آیون که
بهشونم گفتم، گفتم آقا ببینید ما نمیخوایم شما گیر بدیم، اما هنچیدم فکر نکنید خبری نیست. ما یه سوال میکنیم، این روحاد قدس که تو انجیل شماست یعنی روح القدس، این روح القدس به زبان عبری به معنی آن پنوما وارد شده، یعنی فرنگ لغت که نگاه میکنی اگه ای طوری بود درست بود، انی هم زملی امو خون ان پنوما پارقلیتا. این روحاد قدس کی آورده؟ اصلا هر چیزی تو زبان عبری وجود نداره. همونطور که شما آن پنوما رو گذاشتید کنار، روحاد قدس رو آوردید و صدها تحریف دیگه، فرم کردیدش چی؟ پ. این یه نکته. نکته که دوم، ما یه سوال داریم، اگر حضرت عیسی، چون تو تهران هم مسیحی زیاده، خیلی هم دارن کار میکنن الان بدونید، هم تو اینترنت کلیساهای خانگی و مجازی درست کردن، هم تو خود تهران دارن کار میکنن. مسیحیت امروز بالاترین فعالیت تبلیغی تو تهران ما داره، بالاترین فعالیت، کسی هم باشون کاری نداره، راحت. ولی من به شماها دارم میگم، اگر یه کسی اومد سراغت که مسیحیت کنه، بگو یه سوال، شما میگی عیسی ابن مریم پیغمبر آخر زمانه؟ بله. دیگه بعدش نمیاد؟ نه. چرا تو کتاب مقدستون 58 نفر از خود مسیحی ها بعد از عیسی ابن مریم ادعای خاتمیت کردن؟ ها گفتن فارقلیتا ما این. این فارقلیتا کیه بره؟ همشون هم مسیحی بودن، که آخرینشون رئیس 4000 مسیحی بود که اومد تو مدینه گفت آقا من نمیگم شما دروغ میگی، این 57-8 نفر همه دروغ گفتن، چون عیسی گفته هر کی ادعا کرد من فاقلیتام یه چیز ازش بخواین راست و دروغش معلوم میشه، این 58 نفر دروغشون معلوم شد. شما 59 نفر گفت بفرمایید چیه، شطور میخواد؟ گفت پس خوندید کتاب ما رو؟ و اون من پیغمبر خاتمم. گفت بله، 6 تا شطور از دل کو زنده در بیاری ما همه میشیم مسلمونه. همون بریم. کی بریم همه الان؟ آمد پیغمبر با این آقا، حتی هنوم از سیر نیورده، گفت من یه شطور برای خودم میخوام، اول خودم مطمئن بشم، بعد میرم مسیحی رو میارن، 5 تا دیگه رو ببینن، باور کنن، ایمان بیارن. نگن رئیس ما رب با این عرب ساخت و پاخ کرد، میخوان سر ما کلا بذارن. یکیشو برای خود ما در بیار، ما بفهمیم تو پیغمبر آخر زمانی، بقیهش بمانه. بعد میره حمود بریم. خیلی قصه قشنگی داره، من میترسم به بحثم نرسم، اما یه تیکشو میگم. این آقا ابو سمسام شامی، عزمان گفتم ابو موسا، ابو سمسام شامی میگه دیدم پیغمبر اومد کنار کوه این بیرون مدینه، دستش بلند کرد گفت ای خدای علی، به حق علی، به مقام علی، به مظلومیت علی. یه پرانتز باز کنم جوونا، هر وقت پیغمبر کارت به استخون میرسید، مهمترین دعاش و خدا رو به جان علی قسم میده. ببین خب ابو سمسام نمیدونه علی کیه، آقا هم وایستده بودن. برای این آقا یک شطور، میگه هنوز دستا پیغمبر پایین نیمده بود، دل کوه اینن شکاف، یک شطور زنده اومد. از دور که نگاه کرد، آدم فهمیده با شعوری جوریه، نگو واسه ببینیم نره یا ماده است، تا کم شد و را دید گو اشهد عن لا اله الا الله و عنك محمد رسول الله سلام. گفت آقا 5 تا دیگهش باشه بعد من میرم. که دیگه حالا اینجا خیلی آدم پوست جگرش کنده میشه، دلش میسوزه. این آقا رفت 5-6 با طول کشید برگرده مردم رو بیاره، تا وارد مدینه شد دید مدینه عزاداره. چه خبر شده؟ گفتن رسول خدا از دنیا. کی جای پیغمبر نشسته؟ گفتن آقای ابوبکر. آمد تو مسجد دید یک شیخی یک ریش بلندی داره، این نگاه کرد که این به همه چی میاد الا خلیفه. دید یه شمشیر بالا سرش، شما عمر ابن خطاب. خب شمشیر میکشی؟ گفت یک کلمه حرف بزنی قطعه قطعه. خلیفه اینه.
سمسم هم چی بود؟ زرنگ بود؟ که خیلی ببینیم ما منطق اگه شمشیری باشه قبول داریم. چشم چشم. فقط یه زحمت بکشید، هر کی جا پیغمبر میشینه کار پیغمبر رو بد بکنه. پیغمبر یک شطور در آورده، این آقا اگه جا پیغمبر حقشه بشینه پنج شطور دیگه مونده. بسم الله. مسیحی ها توران 4000 تا مسیحی من آوردم شطور ببینن مسلمون بشن، مگه خلیفه نیست؟ بسم الله. عمر شمشیر گذاشت زیر گلوش، گفت این پشه هم نمیتونه در بیاره حرف نزن، چه برسه شطور. زد زیر گریه، گفت چون گریه میکنی؟ گفت آقا من خودم جهنم، آبروی پیغمبر اسلام جلو 4000 تا مسیح داره میره، شما رو به خدا یه کاری کنید آبروی اسلام نره. یه وقت دیدن مردم نگاهاشون برگشت به در ورودی مسجد، زلزله ای شد، همه خودشون جمع کرد. چه خبره؟ آقا امیرالمومنین فرمود ابو سمسام بیا عزیزم بیا بریم. دست ابو سمسام گرفت، گفت بیا شطور میخوای من برات در میاد. آین جوونا خود ابوبکر هم جس از منبر پایین، مردم هم همه اومدن که اگه علی نتونست هو کنن اینجا رو بشنو و ناله کن. به من نمیخواستم کار به اینجا برسه دیگه شد. ابو سمسام میگه دیدیم پیغمبر چه جوری دعا میکرد، حالا ببینیم علی چی کار میکنه. نمیدونه حالا کیه، ببخشید نمیدونه کیه، هنو نمیدونه. دید آقا اومد وایسا جا پیغمبر دست شما، ای خدای علی به حق من علی، به حق مظلومیت علی، به خاطر آبروی اسلام. میگه هنوز دستا علی نیومده بود شطورای یکی یکی اومدن، 4000 مسیحی به دست علی اینا مسلمون شد. ابو سمسام زد زیر گریه، که چی گریه میکنی؟ که آقا شما شطور در میاری یکی دیگه جا پیغمبر میشد، چرا رفتی خونه نشین شدی؟ علی گریه کرد، فهمون من خونه نشین نشدم، منو خونه نشینم کرده. سیدا بگم فهمون ای کاش فقط خونه نشینم کرده بودن، زهرام هم کشته، بچه هام هم یتیم کرده، ولی ما فقط به خاطر اسلام هیچی نگفتیم، صبر کردیم، صبر کردیم. چون اونایی که حق علی رو خوردن و اسلام را به اعوجاج و انحراف و کجی کشوندن، ذره‌ای برای پیشرفت اسلام و تبلیغ دین به اندازه پشت ناخنی زحمت نکشیده بودن. و حالا تو سایت ها بیان وهابی ها و تو اینترنت و توی شبکه های ماهواره‌ای مردم آلزایمر گرفته بودن بعدی 3 ماه یادشون رفت با علی بگت کرده. نداداش آلزایمر نگرفته بودن، مردم که حساب کردن دیدن دو تا چهار تا کردن. اگه علی سر کار بیاد خودش گفته اگر از مال بیت المال مهری زناتون باشه میکشم بیرون، لقمه تو دهن بچهاتون باشه بیرون میکشم، خلخال به پای زناتون باشه به مامورای زن میگم در بیارید. علی فروشی نیست، علی خریدنی نیست، علی کوتاه نمیاد، علی اهل این تسامح و تساهل و اینا نیست، علی اهل این حرفا نیست. علی اگر حاکم بشود حق ندارد کسی ظلم کند، با علی طرف است. دیدن علی بیاد سر کار نمتونن دزدی کنن، نمتونن هر غلطی میخوان بکنن، لذا دیدن اگه علی بیاد سر کار دنیاشون در خطر است، لذا همه دست به دست همدیگه دادن خونه ی علی رو آتش زدن. علی چرا سکوت کرد؟ علی 10 تا دلیل داشت، یکیش این بود که مردم مدینه مرد نبودن، یه مش نامرد دور علی بوده، یکیش. نکته دوم که خیلی مهمه، خوده ببخش اینا بحث من نیست، من دیگه کشیده شد به اینجا، من تعمد دارم وقتی قصه ولایت مطرح میشه شبهاتی که داره مطرح میشه رو جواب بدم، جوانا باید بدونن. آقا جان
یه آقایی تو کوفه به امیر المومنین که اخونه اومده بود بیرون بره مسجد کوفه، گفت آقا شنیدم خانمتون رو کتک زدن. فهمود بله. محسنتون رو کشتن. فهمود بله. 25 سال خونه نشین کردن. بله. تناب گردنتون انداختن. فهمودن بله. دستتون رو بستن. بله. آقا من نمیتونم زیر بار برم. چرا؟ تو فاتح بدر و خیبر و حرینی، در خیبر رو یک دسته کندی، بیا تناب گردنت بندازن. مگه میشه؟ مگه میشه؟ حضرت یه نگاه بهش کرد، هیچ چه نکن، گفت جوابتو میده. آمد تو مسجد، وسط مسجد کوفه، کوفیا اونا که کوفه دیدن کجان؟ وسط مسجد کوفه دکت القضا دیدن، دو گروه نشستن، دو تا زن سر یه بچه دعوا دارن. این زنه میگه بچه مال منه، اونم میگه مال منه، منتظرن مولا بیار. فهموندن چی میگی تو؟ بچه مال منه. تو چی میگی؟ مال منه. حضرت فهموند یه بچه که نمیتونه دو تا مادر داشته باشه که. منم علم امامت دارم، ولی وادار نکنید امامتون از علم امامت استفاده کنه. در دیزی بازه، حیا گربه کجا رفته؟ در مقابل علی حیا کنید، دروغ نگید. او قسم خورد، اونم قسم. او بیانه آورد، اونم بیانه. او شاهد آورد، اینم شاهد آورد. فهموند خب اگر یه جوریه که درستش میکنم، شمشیر منو بدید. ذوالفقار علی دادن دست علی، برد بالا بالا سر بچه. میخوای چیکار کنی؟ گویی چی؟ میخوام بچه رو وسط دونیم کنم، نصفش بدم به این، نصفش بدم به اون. آورد شمشیر رو پایین، یکی از زنا گفت یا علی غلط کردم، به خدا دروغ گفتم، بچه مال منی، مال اینه. حضرت همون اتفاقا بچه مال توه، تو حاضر شدی بچت کشته نشه، ولی از دستت. صدا تکبیر بلند شد، همه گفتن ای والله. ببین حق علی چقدر باشه. رفتن به او آقا که میگو من زیر بار نمیرم، که الان هم بعضی جوان ها به خود من گفتن ما رو قطعه قطعه بکنن زیر بار نمیریم، که دست علی رو بستن. خب بچه جان نمیدانی تاریخ چیه. فهمدن تو کوچه چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. گفتی چه ها شما فاتح بدر و خیبر حنینی، یک دسته در خیبر کندی، کی جرأت داره دستان شما رو با تناب ببنده؟ فهمون همه اینا که بگی درست، اما این قصه رو دیدی؟ من مادر ای اسلامم، من حاضر شدم حکومت از دستم بره، زهرام کشته بشه، اما بالا معزنه ها بگن اشهد و الله اله الا الله. این مادر حاضر شد بچه بره ولی کشته نشه. اونایی که هیزم در خونه من علی آوردن، پشت ناخونی برای دین زحمت نکشیده بودن. سیلیا شما خوردی، اینا چه کرده بودن برای دین؟ چالا دلشون بسوزه. ابو سمسا خونه نشین نشدم، خونه نشینم کرده. جلو چشمم زهرا رو خاکا افتاد. سنی اگر دیدید توهین نکنید بهش، دو تا کار کنید. بعضی فقط بعدم فوش بده. دو تا کار کنید، یا سنی رو میبینی ارزه داشته باش شیعش کن، یا اگر اطلاعات نداری ارزه نداری مواظب باش وهابیش نکنی، چون سنی فوش به مولا نمیده. به حضرت زهرا توهین نمیده، بچه هاشون حسن میذارن. من سراغ دارم که میگم ها، همین محرمی گذشت، برید تو سنندج کردستان ببینید، اصلا یه دسته مال سنیای شافعیه برای حسین ابن علی زنجیر میزنن. اشتباه نکنید، سنی با وهابی دوتاست. سنیا قرآن رو قبول دارن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اینا بچه های فاطمه میدانند و رسول الله. لذا خواهش میکنم با جهل مبارزه کنید، نه با جاهل.